برای اون دسته از شما که فکر میکنید هدف از ایجاد اسرائیل ساخته سرزمین مادری برای یهودیانه، شما به اندازه اونها فریب خوردید. در اوایل دهه 70 اوپک از اونچه که ما در اسرائیل مشغول انجامش بودیم ناخشنود بود. بنابراین فروش نفت به ما رو قطع کردن. برخی از شما اون صف‌های طولانی در پمپ بنزین ها رو به یاد دارید. و ما ترس یک رکود اقتصادی دیگر رو داشتیم، مانند رکود سال 1929. به همین خاطر از طرف وزارت خزانه داری آمریکا نزد من و یک اقتصاددان دیگه اومدن و گفتن ما نمیتونیم پیش از این به اوپک اجازه بدیم که ما رو تحت فشار قرار بده. شما باید نقشه‌ای طراحی کنید که این اتفاق دیگه نیفته. ما میدونستیم که نقشه ما باید عربستان سعودی رو در بر بگیره، چون که بیش از هر کشور دیگه نفت داشت و همچنین خاندان سلطنتی سعود فاسد بود و نیز فساد پذیر. نسخه کامل ماجرا در کتاب توضیح داده شده، اما خلاصه اونچه که ما انجام دادیم و با خاندان آل سعود به توافق رسیدیم این بود که اونا میبایست تمام درآمد حاصل از فروش نفت رو به آمریکا برمیگردوندن به اسم سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی آمریکا. وزارت خزانه داری آمریکا سود حاصل از این سرمایه گذاری ها رو برداشت میکرد. بعد از چند سال این سود به چندین تریلیون دلار میرسید. وزارت خزانه داری با این سود شرکت های آمریکایی رو استخدام کرد تا عربستان رو بر اساس الگوهای غربی شکل بده، ساخت مجتمع های پتروشیمی، کارخونه های آب شیرین، ایجاد شهرهای تماما در بیابان، مکدونالد و سایر چیزهایی که با فرهنگ غربی ما همسو بود. خاندان سعود همچنین پذیرفت که بهای نفت رو به اندازه نگه داره که برای شرکت‌های نفتی قابل قبول باشه. احتمالاً برای من و شما قابل قبول نیست، اما برای شرکت‌های نفتی قابل قبوله. این خیلی خیلی مهمه. اونا پذیرفتن که هرگز نفت رو در قبال هیچ چیز دیگه‌ای به جز دلار آمریکایی مبادله نکنن. این در اوایل دهه 70 اتفاق افتاد، درست بعد از اینکه ما معامله بر پایه طلا رو رها کردیم، چون ورشکست شده بودیم. ما توانایی پرداخت بدهی هامون به کشورهای اروپایی رو بر مبنای طلا نداشتیم. به همین خاطر نیکسون استاندارد طلا رو حذف کرد. ما در موقعیتی گیر کرده بودیم که همه مردم در جهان باید از دلار آمریکا برای داد و ستد استفاده کنند. خیلی زود ما نقشه‌ای طراحی کردیم که دلار رو معیار سنجش بهای نفت و داد و ستد اون قرار میده. شما نمیتونید در تمام جهان نفت بخرید و در ازای اون چیزی به جز دلار آمریکا بپردازید، و این از نظر کورپوراتوکراسی بسیار پراهمیته. بخش مربوط به ما این بود که پذیرفتیم که خاندان آل سعود رو در رأس قدرت نگه داریم. این یک توافق شگفت انگیز بود، توافق تاریخ ساز قرن، توافق بسیار قدرتمندی که ما با عربستان سعودی بستیم. قراردادی که به گفته سازمان سیا دارای برگشت منفیه و عواقب ناخواسته‌ای به همراه داره. مثلا یکی از چیزهایی که بن لادن رو خیلی عصبانی می‌کرد، محاصره مکه و مدینه توسط مکدونالد و کارخونه‌های پتروشیمی و آبشیرین‌کن بود، و همچنین مسلمان‌های زیادی رو در تمام نقاط جهان عصبانی می‌کنه، و اینها برخی از برگشت‌های منفی قرارداد بود. اما از نظر کلی کورپوراتوکراسی به این قرارداد به عنوان یک موفقیت باور نکردنی نگاه میکرد. من کار خودم رو انجام داده بودم. ما متفکرین اقتصادی کار بزرگی رو انجام دادیم. ما تصمیم گرفتیم که صدام حسین هم یک همچین قراردادی رو بپذیره. احتمالاً خیلی از شما میدونید که صدام برای مدت خیلی زیادی آدم ما بود. ممکنه شما عبدالکریم قاسم رو به یاد داشته باشید که در اوایل دهه 60 رئیس جمهور عراق بود. قاسم یک باور خیلی ویژه داشت. اون می گفت که سود و منفعت نفت عراق باید برای مردم عراق باشه. چه ایده نو و تازه ای؟ اما ما این رو خیلی دوست نداشتیم. اون شروع کرد به مالیات گرفتن از شرکت‌های نفتی، به طور خاص شرکت نفت بریتانیا و چند شرکت آمریکایی، و تهدید به ملی کردن شرکت‌های نفتی ما کرد. ما تصمیم گرفتیم که اون باید بره و سازمان سیا یک تیم آدمکش حرفه‌ای فرستاد به عراق. اون تیم توسط یک مرد عراقی که هنوز به دبیرستان می‌رفت هدایت می‌شد. اونا خودروی قاسم رو در خیابونی در بغداد گلوله بارون کردن، اما قاسم کشته نشد. سردسته تیم آدم کشی زخمی شد و به سوریه فرار کرد.
نام اون صدام حسین بود. اون مأمور سازمان سیا بود. در اون زمان اون برای ما آدم کشی میکرد. اون در این عملیات موفق نشد. اینها همه تاریخ هستن. من این داستانها را از خودم نمیسازم. بعد سازمان سیا مستقیم وارد شد و تصاویر کشته شدن قاسم در تلویزیون عراق پخش شد. اونا دایی صدام رو در رأس قدرت گذاشتن و صدام شد معاون ریاست جمهوری و مسئول امنیت ملی کشور و در نهایت رئیس جمهور عراق. اون آدم ما بود. ما تعداد خیلی زیادی تانک و سلاح و کارخونه های شیمیایی بهش دادیم. پدرزنم معمار این پروژه بود. ما میدونستیم که از اون تجهیزات برای ساخت گاز خردل و دیگر سلاح‌های شیمیایی استفاده میشد. اونا رو علیه کردها و ایرانی‌ها استفاده میکردند. ما آگاه بودیم از این مسئله، اما این چیزها رو به اونها میفروختیم. و در دهه 80 ما تصمیم گرفتیم که صدام حسین هم یک قراردادی مشابه قرارداد با عربستان سعودی رو بپذیره. چون که در نهایت چیزی که ما دنبالش هستیم کنترل خاورمیانه و همچنین کنترل نفت خاورمیانه است. برای اون دسته از شما که فکر میکنید هدف از ایجاد اسرائیل ساخت سرزمین مادری برای یهودیانه، شما به اندازه اونها فریب خورده این. شاید اندکی به این دلیل هم باشه که هدف اصلی ساخت یک دژ و قلعه جایگزینه در مرکز خاورمیانه. اسرائیلی ها دارن استفاده میشن، مانند ارتش های باستان که کشتی ها رو در خط اول ارتش حرکت میدادن، اونها دژ هستن. رهبران اونها این رو میدونن، اما بیشتر اسرائیلی ها نمیدونن. اونا فکر میکنن که هدف ساخت سرزمین مادری اونها بوده. این موقعیت بسیار بسیار غم انگیزیه و لبنانی ها و فلسطینی ها در مرکز این مسئله هستن و عراق هم بخش از اون. ما باید به یاد داشته باشیم که نفت خاورمیانه توسط اروپا، چین و ژاپن استفاده میشه. اگر ما خاورمیانه و نفت رو کنترل کنیم، در واقع ما بزرگترین رقبای خود یعنی ژاپن، چین و اروپا